ابراهیم رئیسی در مراسم بازگشایی مدارس یک وعده بلند پروازانه داده و گفته ظرف چند روز هفتاد درصد جامعه در برابر کرونا واکسینه خواهند شد در همین حال بهرام عین وزیر بهداشت ایران از احتمال تصویب و اجرای طرح قرنطینه هوشمند خبر داده است بررسی آخرین تحولات کرونا در ایران در گزارش آرگن ریسباف واکسیناسیون در ایران بالاخره و با تأخیر زیاد نسبت به سایر کشورهای جهان چند روزی است آغاز شده و در مراسم بازگشایی مدارس ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران ادعا کرده تا چند روز آینده هفتاد درصد جامعه ایران در برابر کرونا واکسینه می شوند و در ادامه از همزمانی حضور دانش آموزان در کلاس درس و ادامه آموزش مجازی سخن گفته این در حالی است که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا میگوید بازگشایی مدارس تنها با واکسیناسیون دانش آموزان امکان پذیر نیست و ایمنسازی خانواده و کادر آموزشی از دیگر ملزومات بازگشایی مدارس در ایران است از جمعیت 83 میلیونی ایران تا کنون 34 میلیون و 7380 نفر دوز اول واکسن کرونا و 15 میلیون و 93 هزار و 292 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند. برای ایمنسازی عمومی باید دست کم 70 درصد جمعیت به طور کامل واکسینه شده باشند. در همین حال بهرام عین اللهی وزیر بهداشت از احتمال تصویب و اجرای طرح قرنطینه هوشمند خبر میدهد با اجرای این طرح استفاده از خدمات عمومی در ایران منوط به تزریق واکسن کرونا خواهد بود. روند واکسیناسیون در حالی سرعت گرفته که عباس اشتری سرپرست تولید فراورده های بیولوژیک در مؤسسه رازی با انتقاد از سیل واردات واکسن های خارجی کرونا گفته متاسفانه سیل خرید واکسن وارداتی فرصت نمی دهد تا سیاست گذاران اصلا بخواهند به واکسن داخلی توجه کنند. این انتقاد در حالی بیان می شود که کارشناسان معتقدند تعلل مسئولان جمهوری اسلامی در وارد کردن واکسن‌های معتبر بینالمللی و تاکید بر لزوم استفاده از واکسن‌های داخلی و سرمایه‌گذاری کلان در پروژه تولید واکسن برکت که با دریافت پول تولید 120 میلیون واکسن تا به حال فقط 5 میلیون دوز از این واکسن را تولید کرده از دلایل مهم و اصلی افزایش مرگ و میر افراد در همهگیری کرونا در ایران است بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت در شبان روز گذشته 284 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 118792 نفر رسید آریانه ریسپاف صدای آمریکا